مسئولان در اداره ملی دارو و غذا میگویند که طی سال روان 345 دواخانه به دلیل فعالیت‌های خودسرانه در کشور محدود شده است. به گفته مسئولان اداره ملی دارو و غذا، 320 دواخانه دیگر به خاطر عدم رعایت نظافت و پاکی اخطارنامه و توصیه نامه دریافت کردند. مسئولان در اداره ملی دارو و غذا میگویند که طی سال روان 345 دواخانه به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در کشور مسدود شده است. عبدالباری عمر رئیس اداره ملی دارو و غذا میگوید به تعداد 320 دواخانه که نظافت را رعایت نکردند، از سوی این اداره اخطارنامه دریافت کردند. دی فارماسیست شتون یو بل مهم موضوع ده. موږ کوښښ کوو چې په ټولو درملتونونو کې مسلکي او وړ خلک شتون ولري، ترڅو د ضرورت په وخت کې او یا هم مراجعینو ته خپل وخت سم او مناسب خدمات ترسره. همچنین مسئولان این اداره میگوید تا یک سال گذشته نزدیک به 600 تن مواد غذایی و دواهای تاریخ تیر شده را از بین بردند. د خوړو او درملو ملی اداره تل هڅه کوي چې خپلو هیوادوالو ته با کیفیت مسئون خوړو او درمل تضمین کړي او له دې څخه ډاډ حاصل کړي. نو په دې لړ کې زموږ د نظارت او ارزیابي ټیمونه شپه او ورځ زیار باسي، ترڅو له ټولو درملتونونو، عمده پلورنځیو او شرکتونو او د دوی له اړوندو ګودامونو څخه څارنه او لیدنه وکړي، ترڅو د تاریخ تیره درمل، کم کیفیته درمل او هغه درمل چې په غیر قانوني ډول سره دلته راوړل سوي وي او موږ په هیوادوالو باندې پلورل کیږي، د هغې مخنیوی وکړي. در همین حال ډاکتران دواهای کم کیفیت او تاریخ گذشته را یکی از مسایل جدی فرارای تبابت دانسته، میگویند که اگر دواهای معیاری به افغانستان وارد نشود، جامعه صحی قادر به معالجه شهروندان نخواهد بود. دواهایی که تاریخش تیر میشه، به جای از اینکه مثلا فایدهش باشد و ضرر از او زیادتر است، به این نامعقول است که در تبابت استفاده شود و دکتران باید از دواهای استفاده کنند که لااقل تاریخ خوب داشته باشد. بعد از تاریخ انقضا استفاده دوا عوارض جانبی زیاد دارد. از سوی هم باشندگان شهر از حکومت امارت اسلامی افغانستان میخواهد که جلوی واردات دواهای کم کیفیت را گرفته و از دواها و غذاهای تاریخ گذشته جلوگیری نماید. متاسفانه اکثر داروهایی که در افغانستان وارد میشه و داروفروش ها یا کلینیک ها و شفاخانه ها در فکر سلامتی و صحت مردم نیستن، اونها فقط منافع خود رو در نظر دارن. خواست مایی است که حکومت امارت اسلامی باید جلب واردات و فروش دوای بدون کیفیت را بگیره، بخاطر اینکه دوای بدون کیفیت به جای درمان زیانش بیشتر از به جامعه و به مردم. گفتنی است که اداره ملی دارو و غذا طی یک سال گذشته 135 جوازنامه عمده فروشی، 75 جوازنامه شرکت و جوازنامه برای 4 کارخانه را صادر کرده اند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.